همه آنچه از زندگی آموختم این است که همه چیز میگذرد. سلام و وقتتان بخیر. خوبان بیننده تلویزیون آریانا، عزیزان که برنامه خودتان، برنامه گپ نو رو بیننده هستین. آرزو دارم هر کجای دنیا که هستین، جور صحتمند سر حال باشین و تا پایین برنامه برنامه خودتان، برنامه گپ نو رو بیننده باشین. خیلی خرسند هستم از اینکه بازم فرصت فرا رسید و حبیب ناظم با جمع از همکاراش با بخشای متفاوت امشب هم برنامه را تقدیمتان میکنه. در آغاز برنامه مثل همیش یکی از همکارای بسیار خوبم که شما هم دوستش دارید و همیشه وقت طرفداری میکنید که آزارش نده، امشب وعده است که هیچ آزارش نمیتیم، نصر جان کیهان در بخش خبر خوش میداشته باشیم و خبرهای خوش را تقدیم ما میکنه. سلام ناظم جان. سلام نصر جان، خوب هستین شما؟ خیرتیست. ساعتمند چی گفت هست؟ بخیر اومدی ان شاء الله. شکر بخیر باشی. طرف هایتون خیرتیست؟ قراریست. آرام آرامی. ولی امو قصه را باش که برای عزیزا بکنم. ما هموطنای عزیز ما، خب ما و خودت و هموطنای ما که برنامه را بیننده هستن همیشه گپا بین خودمون میباشه. همونطور است نه؟ دیگه کس نمیفهمه. خواست که برای سلمانی. باز امو کاکای سلمان برش گفت که چی رقم یک استایل برات جور کنم؟ گفت ما برنامه دارم. باز چی گفته بودی برش؟ باز بر کاکا گفت که من نمیگم دیگه، خودت بگو. همین موی برا کلمه قیف رو جور کن. باز این کاکا که گرفت نصرت که جور کرد، یه دفعه دعوای نصرت با این کاکا خست. میگم من تو را گفتم قیف رو جور کردی تو کلمه قطی نمک رو ساختی. مگر یک نفر دیگر، یک نفر دیگر من بشناسم بیخیده مسلمانی شریک شده. همی که بشناسم که برنامه است دیگه یه سه بجه تا پنج بجه در مسلمانی ششته میگه پنج پرایسو کم کن، دور پرایسو کم کن. والا بخاطر رسیدن هم خیلی خوب است. خوینال نخواه کم پایسی زیاد بوده این رفتی اون سیر پرایش کم کدی باز میرسه درست بود. والا چی کنیم بر صورت. و خوبی که این برنامه داشت نصرت جان به شهرت که میخواست رسید. حالا که نصرت قصه میکنه او روز در دفتر میگه که وقتی که ما از کوچه بیرون میشم اون طفلکای همسایه و در کوچه شان کسایی که هستن باز میگه کاکا چون امیر کل لباسایشان نشانی کردن کاکا و کالای تلخانی تا بپوشی کردی بر گفته کاکا و کالای لبلبویی تا بپوشی کل کالایش از خودش کرده مشهور. خوبه همی هم شهرت هست، همی هم شهرت هست، مردم نام کسی را نمیفهمه نه؟ از ما را این لباس ما را نشانی کرده. من بخی فراموشم شده یک سلام علیکم کنم نه گپ میگیری آدم ها سلامونه اونی که هیله، هیله چه جور و خوشحال آباد و سی و یک خبر خوش آوردیم. بسیار خوب بگویم؟ بله بفرمایید. اجازت هست؟ بله بله. کارخونه میشی؟ نخواهش بابا. اتاق تجارت و صنایع افغان زنان در هرات برای فروش محصولات تولیدی و صنایع دستی زنان یک عید بازار ایجاد کردند و این عید بازار تا 10 روز آینده دوام خواهد کرد که مکمل بازار برای خانم ها است، یعنی تا عید دوام خریدار کلش خانم هستی عید بازار میگن. آه دیگه خوب است. پس میریم تصاویر را از خبر اول که نصر جان بر شما آماده کردم میبینیم و برمیگردیم در ادامه. همچنان نصرت جان با موی استایل جدیدش که نامش همه چون مرچیست که گذاشتین بعد از وقفه باست استایل جدید تا چی گفته بودی کاکارا؟ گفت کیف رو جور کن کلیش قطی نمک رو جور کرد و بینیم تصاویر رو بیداشته باشیم و برمیگردیم. با شما خود بودیم. بله از تصاویر از ای بازار که چی گفتی نامش نصر جان؟ اید بازار. اید بازار. اید بازار دیدین؟ البته فروشنده خریدار کلش خانم است. بله انشالله که فرصت پیدا بکنیم ما خودت هم بریم یکان چیز بخریم. نه ما اونجا کار نداریم. چرا؟ بر خانم است. خب بخی یاد بعض وقتا یادش میره که
بخش‌های متفاوت در برنامه خواهد بود و در بخش اول برنامه کسی را که می‌خوایم مهمان داشته باشم خودت خو ماشاءالله یگان طور قارش میای مثلا یگان طور نازش میای یگان طور خندش میای از نصر جان کس عکسش میای من گفتم قصه یک رقم باز می پایت میره یگان جایی که میره نه باز گرفتی پیش از پیش حالا ما بسیار کنترل میکنم که پای من رقم نه کوتا سر فکر کنی نمیشه باز به خاطر که عکسش میای ولی باز بیچاره پوز هم که میره در یکانجا امسان که تستات میشه کی رقم کی رقم باز مثلا فقط خود در زنگ بایسکل که سل کرده باشی یا در گهیس یک اپا اما یک کس هست هر در رقبات یک پروفایل اپدیت میشه ای رقم بازی رقم پای محکم ایچی بازی رقم و یک اپا دیگه هست همی چیزی که فلتر از داده فلتر هیچ وقت مستفاده نمون دیگه فلتر نمون بخاطر از اینکه ما شاید ما خودت اشتباه پوز بریم یا خوب عکس گرفتن نتانیم با موبایل خود خوب عکس گرفتن نتانیم یا با کامره میریم بیشتر صحبت میداشته باشیم با مهمان برنامه درست است؟ موافق هستی؟ عکسای تا مطمئن گرفته دیگه میخوایم عکس بگیره دیگه بعد از برنامه میشه دیگه اپلود شروع میشه اپلودش میکنیم بخیر عزیزا به ادامه برنامه خوش آمدین والا چی میگن امی عکاسی هم کار ساده نیست امشب دیگه در برنامه یک مهمان داریم که از عکس و تصویر که شما خیلی علاقمند هستین نصر جان که هر جای میره دیگه یک سلفی که نگیره یک قطع عکس نگیره یادگاری باز نمیشه بیشتر صحبت خواد کردیم من شاید هم گرفتنش هم درست بلد نباشم چون هر کس هم مسلکش بر صورت صحبت ها را ادامه میتیم با مهمان برنامه تشکری میکنم از نصر جان هم میره یکان چیزکا بیار که باز بخیر عکست خوبش بیاید درست است خیلی خوش آمدین سلام بر شما سلام برادر محترم امید که خوب باشین سلامت باشین یک معرفی کوتاه میداشته باشین پیش از همه ایزی که شما ما را دیر جا دعوت کردین حالا قضی دانستین که ما بار دیگر در تلویزیون آریانا دعوت شوم بسیار ازت خرسند هستم و امید که تمام مسلمان ها ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری کرده باشن بخیر باشین برنامه گپ نو برنامه خودتان است ما همه جوان ها همه اعضای کلاقمند برنامه هستن دوست داریم در برنامه داشته باشن من در آغاز برنامه کمره را گرفتم فکر کنم که اشاره کردی که اشتباه گرفته بودم بله خب طبعا کسانی که زیادتر کسا به اولش ما می رقم بودم مثال به عکاسی بسیار علاقه داشتم باز غیر مسلکی و مسلکی بودن است در بینشان وجود داره تمام عکس ها می رقم است وقتی ما عکس می گیریم طبعا دیش یک هستوری یا داستان است بله هر عکس از خود یک داستان داره و طبعا که من زیادتر از مستند کار می کنم و بعض وقت از طبیعت بسیار خوب در مستند چی مهم است؟ در مستند قبلا هم یاد کردم کمپوزیشن خوب شکار لحظه چقدر نقش داره؟ شکار لحظه ها خو 100% نقش داره به خاطر که در مستند شکار لحظه ها قسمی است که وقتی که چون شکار لحظه ها چیزی را میگن که طبیعی میآید مثال یک طفل در مو طفلیت خود و در بازی طفلیت خود مصروف است وقتی که از او یک عکس گرفته میشه اگر ما مثال او را متوجه بسازیم که استاچو که ما یعنی با پوزیشن خوب عکس تا بگیریم او یعنی مکمل درست نمیاد وقتی که او بیخبر میباشه وقتی که ما عکسشان میگیریم واقعیتش هم داستان بیان میکنه و هم بسیار طبیعی میاد بسیار خوب حالا روی عکس اگر صحبت بکنیم عکس به چند نوع است عکس ژانرها فرق میکنه مثال یک مثال اولش ما علاقه دارم مثال به طبیعت و مستند زیادتر کساس مثال به فیشن عکاسی فیشن پیش میبره عکاسی پیجان پیش میبره عکاسی مینیمالیست میگن او را پیش میبره بلک اند وایت پیش میبرن سیاه و سفید عکاسی سیاه و سفید مکمل پیش میبرن ژانرها بسیار زیاد هست بسیار زیاد است خب حالا ژانر که شما مستند نوآوری کردین ای از جمله عکسایی را که میگیرین ای را ما میتونیم عکسای ایجادی بگوییم یا غیر ایجادی ای عکس ها کس ایجادی هم گفته میشه و غیر ایجادی هم گفته میشه بر دو نظر به عکس فرق میکنه روی کامرای دیجیتال روی ویژگی هایش کم صحبت بکو باز ما را یاد بده که چی پوزای خوبتر میباشه که ما بتونیم تصویر خوب اول خوب پیش از همه که وقتی که ما کامرا را در دست خود میگیریم به خاطر سیفتی بودنش به خاطر افس که باید کامرا بعضی مثال را میره میدوه
نشکن از پیش. آه، باید ما امی تصمیش در گردن خود پرتیم به این قسم و وقتی که ما مثال ویدیو ثبت میکنیم با این اندازه گرفتن دست راست ما با این به قسمت شطر میباشه به خاطر شطر داخل سانسور است و لنز است لنز که به نام اپرچر یاد میشه که کلش دمیجست و بعدش ما که وقتی که ویدیوگرافی میکنیم به این اندازه یعنی دو فنگر ما میسه انگشت ما یعنی زیر قسمت چرخه. باشه بلیا که بخاطر زوم اوت زومین خوب میکنیم فوکس هم از همون جا میشه و اینی آرنجا وقتی که ما با ویدیو میگیریم باید آرنجا دور باشه مثلا به این اندازه اترانزریم به این اندازه خواه مثال اکستان گرفته میشه فرق میکنه زیادر کسا مثال به این مثال پورتریت میگیره مثال دست به این بغل زیاد بالا نمیشه زیادر کسا کس اتو میگیره یا مثال لنز اتو میگیره یا کلش باز مشکل غیر مسلکی است بله دست چپ لاک میشه به این قسمت و اینی دست تا این قسمت بعدش این رقم بین رقم دست بین رقم منظم و تصیده هایزا گفتیم در برنامه گپ بیا که از امی گرفتن کوره شروع تا عکسای پوزم نقش داره در عکس نه کسایی که میخواین عکسشان خوب بیه در کنار از اینکه عکاس ما هم پوزیشن خوب پوزیشن خوب هم باید دقیقاً دقیقاً باز بعضی عکاس ها او را میگه که مثال به این پوزیشن استاد شو به اون پوزیشن استاد شو چی شد نصرت هم چتری رو یک چیز هست برای چتری لایت میگین شما نه چتری لایت بله زیادتر با جایی که کلوز می باشه استفاده میشه اینجا وانش نصرت جان که من عکسم خوبش بیه این اینجا فکس است خیلی ببینید تشکر باز بعدا میبینیم ما خب حالا یک چند کجا استاد شم یک چند قطعه اکس همون تو خوبش خوبش جا زیباست هر جا استاد میشه نمجا همینجا باشم مشکل نیست دایرکتر برنامه باش چی نظر میتن همینجا باشم یا استاد شم این از ما استاد شدم که باش اکس هایم خوب خوبش به بسیار زیبا بخیر باشه این حال یک چند قطعه اکس دیگه هم خیلی بگی از خیلی دمیجا باشه هایی شما تاگه انتخاب کن که در این قسمت استاد شوی در این قسمت؟ بله یا پیش امو سابقه آوری که خب خب ازی سابقه آور که درخت اکس یاد درخت بازی باز موترسکل نصرت شان اکس میگرفت و موترسکل سرستان خب اینه گلک بوی میکرم گلک بوی میکرد بله از او اکسک های دوران خوبش دقیقا سر زیبا حالا شد شد؟ بله خب دیگه باشتی اگل تو باز این رقمی بعضی کسا مثال او رقم آمد دارسی ها که میره نه باش ده ایجا و خیلی شاد خوب ندارم این ایجا درست این دارسی ها که بازه هست یه قمیس نه باش که عطرم هم سایی بیا واه بسیار زیبا تشکر نه باشی خیلی لطف کردی خواهش میکنم دیگه گفتنی اگر باقی مانده باشه گفتنی خاصی نیست فقط همی جوان ها بارزوهای خود برسن همی همه چیز است بخیر باشین. آرزو بهترین چیز است. امید دارم همه شما با آرزوهایتان با گپ‌های دلتان بخیر برسین. خیلی لطف کردی که از اینکه امید پیدا کردی تشکر. در برنامه. تشکر از مهربانیتان. بخیر باشین. تشکر. وقت فهمی داشته باشیم عزیزا. در ادامه برنامه باز هم گپ ناو ادامه خواهد داشت. ادامه برنامه گپ ناو عزیزا برنامه گپ ناو برنامه است که با بخش‌های متفاوت هر شب تقدیم شما میشه امشب هم در برنامه با پرنده‌های بسیار زیبا حاجی صاحب بشیر تهیه مسکن و رامین جان هم از تهیه مسکن که اونجا دیگه خیلی شهرت دارن و می نام و می تخلص در برنامه با ما هستن و پرنده‌های خیلی زیبا کریش صحبت خواد کردیم خیلی خوش اومدین به برنامه زنده باش حبیب جان قند یک سلام خاص حبیب جان قند به شما یک سلام خاص هم به تمام امی دوستا شوقی ها وطندارا که ما را از پرده تلویزیون آریانا میبینند بخیر باشه این رامین جان خودت هم خوش آمدید سلام یک سلام خاص به شما بی جان قند یک سلام خاص هم به تمام بیننده های که ما را از پرده تلویزیون آریانا میبینند بخیر باشه این سلامت امی توسکار ایلا بتین که حالا چی میگن بیچارا دق نبیارم اینه باز نصرت هم میگم کشکش کنه ایتا نه نمیرن جای نمیرن نه حبیب جان یا بسیار رام است تاوسای است تاوسای فارمیسته که بسیار از همه خورترکی یاره دیگه دمو فان نسل گرفتن دیگه خواه خواه امروی شما مادت دارن یعنی تاوس خیلی یک چیز مقبول است نه بسیار یک چیز زینتی هم است دیگه مقبول هم است چند است قیمت است
قیمت از یا حبیب جان قند دیگه جوره یک 30,000 افغانی است. جوره؟ این جوره است باز؟ از جان ها نره ماده است حبیب جان. خواه ایش هم امرایش است ها؟ اما سبزش که چند رنگ است دنب دراز داره اون نره است اینه سفیدش که است باز ماده است. خواه سفیدش که همون سنگینش چیه؟ سنگینش ماده است. همون سنگینش. ولی دبی پرسنام همی سنگینش باز نره ماده شده نره بیرقم فرق بشه. خو این مرغک ها فکر کنم از او مرغایی که ما وطنی داریم که تخم میته و در خانه نگهداری میشه فرق داره نی؟ حبیب جان قندی هم مرغای چینی است که بسیار معقوله، رنگ بسیار خاص داره که اونمی بعض نفرها بادامی هم میگن و توسی هم میگن رنگش که بسیار رنگ خاص داره. ایره از خاطر همو زیباییش نگاه میکنن؟ ای دیگه کل اگر سر همو زیباییش هست و از این همه قیاه کلان نمیشه. مثل بنجر واره. و توتی هم دیگه که توتی بسیار مقبول. چقدر وقت است توتی که؟ توتی ها دیگه بیب جان قند یا دیگه یک ساله شده، یک اشما یک ساله هستن. بخاطر از این که یا چوچگک های هستن که نو دیگه گپ یاد گرفتن. بیب جان قند یا بسیار کلان میشه یا نوز چوچه است. نوز چوچه است. تقریبا نیم متر تنها دوم بزیا میشه. خب دیگه خب از اون توتی های بسیار کلان که هست نه؟ اجان ها دیگه بالا شام سرخ میشه. یک گپ است که توتی خب مثلا در کنار از اینکه زیباست گپ هم میزنه. باز در یکی از کشورها من یک وقت یک کتاب بشیر مچ میاد تسل یک رفته بودم باز از این یک قطع عکس که از اون توتیش عکس میگرفت یک عالم پیسه میگرفت و خاطر که بلای توتی اون دومش در آد است رنگش ای رقم است این آجی صاحب خودت توی تاری باز اگه ای کارا به یکان وقت طرف دوکان یکان کس در خورد یکان عکس مکس گرفت تو به پایر تو پایسه انشاءالله بیب جان خان در برنامه بعدی ما بسیار حیوانات بالا میاریم به می دوستانشان میتیم پرندای بسیار زینتی خوبش میاریم. حالا خب برنامه است همی سه رقم چهار رقم میاریم. اگر دوستا ببینه بازم شالا در برنامه بعدی بسیار چیزهای بالاتر میاریم. دوستا پرندای بالا میاریم. قسمی که حاجی صاحب بشیر گفتن دیگه برنامه گپ نو برنامه است که هم اعضا در بخش‌های متفاوت هر کس اگر علاقمند عکاسی است ما اون در آغاز برنامه دیدین که یکی از عکاس‌های خیلی خوب را دعوت کردیم که روی عکاسی صحبت کردن و کسایی که علاقمند پرنده هستند کسایی که حیوانات دوست دارند خب بخش‌های متفاوت را در برنامه گپ نو و این دلیل داریم که لحظاتتان هیچ ملالت‌آور نباشه و خسته کن تمام نشه لحظاتتان شاد بگذره. خب رامین جان توتی را چی کنیم باشه اما تو یا میشه که بیمیش از نزدیک؟ میشه حبیب جان میشه که بکشیمشان بیرون. کاله نخوریم نه نه خلاص حبیب جان قند یا بسیار بگپ هم هستن دیگه سر کلک هم میشینه سر شانه هم میشینه سر شانه و پشکک هم سر شانه ما رفته بود اینا کمی دوستا ببینه اینا حبیب جان قند فقط زیر سینش کن تکون یه اه خدا بالا کلم میره اینا چطور هستی؟ توتی؟ بیا توتی؟ میو صدا کن کن اسرات توتی؟ چطور هستی؟ خب یام من هرچی گفتی با خودت چیزی گفت رو اینجا کنم چیزی گفت نه چیزی نگفت خمون سر صدایش هست همه تو صدا میگیرم جان قندی ها کس کمی دوستا شوقی ها بفامن یا چگه کس خب تقریبا پیشتر هم گفتم که نیم متر تنها دوم بزیا میشه دو همه قیدگه یا کلان میشه یا نوز چوچه هست ای از توتی هاییست که جنسش خیلی کلان میشه بسیار کلان است بازی هم نرماده است اجان این دو تاردیش نرست ماده شان بود دیگه ناوردیم باز در برنامه بعدی بخیر ماده شان بشنو سیم آجی صاحب چطور شناخته میشه این پرنده را ماشاءالله خودت خیلی مهارت پیدا کردی حالا مثلا میفهمی که اونو سنگینش نرست بودگیش ماده شد اون ما چی رقم ما اگه باشیم اوی گپا را دیگه نمیفهمیم در این چطور تشخیص بشه تو راست که اردیش خوب مخلوق توق داره می نرش کس توق داره خب هم یک لاکت داره در گردنش که سرخ است یک هم یک توق داره که زیر می گلونش کس سیاهی داره می بینی یک سیاهی داره دیگه باز از مادهش نداره از نرش داره مادهش این رقم توق نداره خب این لاکت سرخ نداره در گردنش مادهش غیر نرش اگر این باز جوره اگر طاقه نگاه کنی دق میره نه چیز مشکل نیست همه اگر جوره نگاهش کنی خوبتر است طاق هم باشه چیز مشکل نیست خب قیمتش چند است؟ یاد اگر دانه یک 20,000 افغانی میه
ایر اگر ماش هم کنی شاید نول بزنه. نه نه غرض نداره. یا خواه مختص تک و شیش باشه با نول میزنه. نول میزنه؟ خواه خواه. 20,000 تو باش دعوم نزنه. نه این ماش نمیته به درویش نه. خواه این از این چینو ایره خال آوردیم دیگه بیایم میشه که ما شما در اینجا برش تخمه باریم شاید میشه میشه حالا بسیار از دوستای ما اینجا فارم جور کردن شگیری میشه از این مرغ هم میشه این مرغ ها امیتاج از این مرغ هم متفاوت هسته بسیار عبیب جان زینتیست یا خو این مرغ هایی که در افغانستان هست یا خو سعیس مگم یه مرغ هایی که پیش ما هست عبیب جان قند یا بسیار زینتی است بسیار مقبول هم هستن یا پیش کس نیست یا قیمتش چند است؟ قیمت از این مرغا دیگه یک جوره 15,000 افغانی می آید. این جوره والا قربان هم این مرغای وطن خود ما که به کبر آمه از 500 بخر 20 تا تخم می تواند. بازی ها زینتیز دیگه عبیب جان کن. به شوخی کرده. یادگم مقبول است کسی که علاقمند و شوقیش است راستیش هم تاجش سعی که چقدر مقبول است. فقط دیگه این بکسای است عبیب جان. شوقیش است نه؟ عبیب جان قندی بکسای است کمی چمندی باشه. باغ باشه بسیار یک جای آزاد باشه یا لا باشه خب رامین جان حاجی صاحب بشیر ما یک چند دقیقه کرد توتی اجازه تان هست گفت بسنم آه میمان برنامه هست تو توتی بله یک رقم سایل میکنم اگر دوده گفت برنامه نکتایی نخصده بودی در این برنامه چرا نکتایی زدی سایل این طرف سایل میکنه این طرف سایل میکنه خب نو کیته و مختش نو دیده که چطور در این برنامه از مناسبت آمدن خودت فعلا کلمه جوت است یک ذره کلمه یک ذره جنگی است اگر نه گپ میزد پیشتر کردم قصه کرد گفت که ما در برنامه آمدیم بسیار میمانت هستم میمانت هستم یک چند کلمه گفت خب حالا مثلا چرا تو قار کرده حالا دیگه فقط میگه ریش تا کجا نقش انداختی حالا سعی که این طرف ریش اون مستی کده هم میره رکنی خب و مثل که اگه این مرغا را ایلا بتیم باز کرزوا خود چی نمیم؟ نه مشکل نیست بخاطر از اینکه گپ زدیم در باردش تو فکر کنم که آله نه باش به این دوستا ایلایش هم میکنم ایلایش بتیم که خوشخوی نکنه خدا مقصد این تاوس یک رقمش هست اگه یا میسه باز تو که پر خدا باز میکنه این نمیست که مستی که کنه با پر خدا باز میکنه دن با خدا کاسه میکنه خواه حالا یک کمه کنیم که دو رنگ است عبیب جان جنگ نکنند میگه بخیر که آمد در بالای شانه گوش ما نخوری دیگه ایش خیره حضره یکی دو یا بخیل است جنگ نکنند مرغا اینه ایزا دیگه آمده در بالای شانه ما کدام چیز در گوشم گفت من نفهمیدم دیگه در میگه یک چند دقیقه از برنامه وقتش مانده که زود وقفه بریم نصرت کاکای تا میایه امونجا خیلی خوش آمدی حاجی صاحب بشیر رامین جان اینم این نکتایی رو گفتم که خوش کرده بود فکر کنم بارش خیره بارش راحت بارش که چکر خدا دیه این اندیوال شده حال دیگه کندیوال شده بارش که چکرک خدا دیه تاوس خیلی پرای مقبول داره این پرش خو از بین نمیره نه اونجای پایانای شکمه که خراب شده یا ای که تازه میسازه مثل بعض حیوانات دیگه مثلا سگ و گرگ اینا باز فصل را فصل رنگش تغییر میکنه پشم و پتش تغییر میکنه نه به خاطر اینکه هست که جایی که میگردن یکم در زمین که میخوره از او خاطر کم خراب میشه دیگه او پس که با کوریس کنن بسته می دم با خودم می تکانه با دیگه پر نو می کنه پادری صاحب می بینید که این توتی هم کرده ما چون پرنده و ایوان از یاد دوست دارم از این باز اگر فامیده که شوقیستی پیشت آمده میگه نکتایی تا کج بسته کردی باش کنه لایسش کنه اما تو نیست؟ همینطور است خیلی خوش آمدین رامین جان حاجی صاحب بشیر انشاءالله که باز هم در برنامه خاط داشتیم شما را و مطمئنا از گپا و صحبت های شما دوستا خوش میشن لذت میبرن به خصوص شوقیا که گفته خودت که حال همو گفت شد مرغ که روی دادی اون در فرق تاوس بالا میشه حالو مرغ رفتک در فرق تاوس بالا شد و هر صورت چطور بود
این دوسته که هم دیگه مرا دوست داره. عزیزا خیلی خوش آمدین، لطف کردین. زنده باشی و خیلی باشی بشیر. ما و شما وقفه کوتاه می داشته باشیم، من یک چند دقیقه توتیگر که نوازش می کنم، باز دیگه بخش بعدی برنامه را آغاز می کنیم. وقفه کوتاه داشته باشین فعلا. به هم پخیر او گرزیده گپ نو خپرونه ده، او هیله ده چې تاسو هم نوی پوزیشنونه نوی پوزونه د عکس لپاره زده کړي. مونږ خو تر اوسه پورې داسې فکر کاوه چې مونږ غلط عکسونه اخیسته یا سلفی یا هر عکس چی مونږ په طریقه باندې نه اخیسته. اما تاسو نازم جان نه خودت خو خوب بودی بازم، بله. اما ما کم استاد میشدم و فقط سلفی بگی دیگه نمیفهمیدیم. از آغاز برنامه که من یادم میاد تو یک مشکلی که داری حاجی بشیر هم دیدن آمد که یک عالم طاووس مرغ گپا. نقطه مهمشون هم بود جان. من مثلا پرنده او قدر خوشم نمه دیگه، از او خاطر من توجه این مسر عکاسی بود که بالا زیر من باید دلیلی که پرنده با این زیباییش خوش نمه چیست؟ شاید هر کس یک چیز را خوش داره، مثلا خودت پشک بسیار خوش داری نگاه میکنی، اما من پرنده تو خوشم نمیه نگاه کنم، اما خوشم نمیه عکاسی کنم. از او خاطر توجهی ما کلش سر از من بخش عکاسی بود. این ترکایی برتان میگو که نصرت نفر خواهد از او خاطر پرنده برش مستد بازی پرنده و چی تم و همکار مارم بسار به تکلیف کرد. خب چی داره در این بخش؟ خب فکر کنم به ایت خریداری رفتی باز دیگه. خب خود دیگه ای دیگه نمیشنی، نمیفهمی پیسر از کجا میکنی قدر. بار صورت گفتیم بیا که کم برای ایت خرید کنیم. ما یک بخش این تفلانه خریدی. چی؟ تفلانه. تفلانه را خواست خاطر که به بیادرزاده دجانت. ما رفتم به یکی از بازارهای خیلی مشهور که هموطنهای ما خیلی خاطره هم دارن مطمئنن که کسایی که از خارج از افغانستان بیننده ما هستن دوست دارن که این فروشگاه ها را ببینن از نزدیک. من هم رفتم، هم خریداری کردم، در مورد قیمت ها هم صحبت کردم، در بخش زنانه برای فامیل هم یکان چیز خریداری کردم، برای خودم هم. بخش خیلی جالب است، خواستیم که از این خریداری خودم یک چند تصویر بر شما بگیریم که بنام چی خریدی مثلا مشخصا یک دو چیزش خوب ما که چیزایی را که خریدم چند ماماش که یک جای کنی هونه مقدر چیزا میشه. مقصد من یک جای دیدم یک دسکاول هم خریده بودی. بله بر فامیل یک دسکاول خریدم، بر خود یک کورتی گرفتم، یک بوت گرفتم، یک عطر بسیار خوب گرفتم. گفتم که همکارایم بسیار نیاز پیدا میکنن به عطر، باز به خاطر یک عطر خیلی خوبش که برند از یکی از برندهای مشهور. نسل جان لباس، عطر، این چیزها را اگر آدم استفاده میکنه، اگر از یک کمپانی خوب استفاده بکنه، برند استفاده بکنه، بار که از این سیرپگی هایی که تو استفاده میکنی بسیار خوب. از من خوب است سیرپا میکنم، پیام رفته از زیر پل کوتاه سنگی درپگی خریده. بر صورت بریم بخش چی بخریم ببینیم. بریم ببینیم دیگه، بازم اگر چیز خوشم آمد باز ما میرم میخرم. اگر بسیار خوب باید بسیار کم مونده برو زوقت ببینم یک برو بخر یک بار. میریم بخش چی بخریم میبینیم عزیزا، برمیگردیم. همچنان بخش سلامت هنوز باقی است. سلام 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 عزیزای بیننده، آرزو دارم هر کجایی که هستین جور حتما سر حال باشین و تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. باز هم فرصت فرا رسید که حبیب ناظم برنامه چی بخریم را تقدیمتان بکنه و آرزو دارم تا پایان برنامه برای همراهی بکنید. امروز برآمدیم که برای خود لباس انتخاب بکنم. در بخش لباس فروشی آمدیم در یکی از مراکز بزرگ تجارتی در گلبار سنتر که یکی از مراکز تجارتی است که شما مطمئناً هر عزیزایی که در بیرون از افغانستان هستن و کسایی که در افغانستان هستن همچنان اینجا یک بار آمدن و خرید کردن. چیزهای خیلی خوب را میتونید پیدا بکنید و من هم آمدم دیگه که برای خود چون نزدیک عید است و برای خود پیدا بکنم یک لباس خوب، یک کرتی خوب یا یک چی میگن یک بوت، یکان چیزی که برای خود نیاز دارم. آرزو دارم تا پایین برنامه هم روی بکنین. پس میرم که کدام دکانه را میتونم پیدا بکنم که چیزهای خوب و چیزهای اصل و کیفیتش خوب باشه که شما هم باور بکنین، شما هم باورمند شوین. بخاطر از اینکه برنامه سی بخریم هدفش این است که ما چیزهایی که انتخاب میکنیم برای شما به معرفی میگیریم با کیفیت خوب و قیمت خوب است. پس ما را هم روی بکنین، میریم به طرف لباس فروشی ها که چیزی را که من دوست دارم و چیزی را که من میخوام انتخاب بکنم پیدا بکنیم. بله خوبان بیننده، در یکی از مرکزهای هستیم که دیگه یکی از برندهای خیلی مشهور و مطرح
علیکم. سلام علیکم. خوب هستین ان شاء الله؟ صحت من خیر. شکر سلامت. هستین ان شاء الله؟ شکر. اول خود معرفی بکنید. جابر احمد هستم، استور منیجر پروژه برند دیفاکتو در افغانستان. یکی از برندهای مشهور هستن. اجازه خواست که ما چون نمیشه بدون اجازه صاحب خانه باز آدم ثبت بکنه، کار خوبم نیست. تشکری میکنم. خواه بیاد اگه خیلی جابر جان بریم همی بخش مردانه بر من همی یکان چیزهای معرفی بکنم، چون فصل هم دیگه تازه نو شده، یکان چیزها حتما نو آمدن. من تصمیم دارم برای یک دانه کرتیگه که خوب پیدا بکنم، چون اکثرا کرتی که یک استایل کژوال شوه، یک ذره ساده. دیگه کدام طرف بریم؟ خواه اجزا بیاین تو که قیمت ها رو ببینیم و کرتی ها رو. و سایز بندی از این چگونه است؟ مثلا اکثر دریشی ها و کرتی ها را که تیار می خرین در بسیاری از فروشگاه ها مثلا سایز است که من 46 که می خرم، بازونه اون کرتیش برای من 46 تا 58 و بعضی دیزاین ها تا 60 تا ما سایز داریم. سایز بندی مختلف است و کتگوری کتنگش فرق میکنه. اصلا فت است، رگولر است و به مشکل نظر به جسامت، نظر به بودی فرق میکنه. خواه ازا من ایره پوشید و من فکر بکنم، من نمیفهم جابر جان همین سایز خوب است یا یک کمه کلانتر معلوم میشه؟ کمه کلان است که باز یک سایز خورتر است. آه یک سایز خورتر که ما بگیرم ای باز والا من خواهد زیاد خوشم آمد. یک رنگ خوب مقبول است. چطور برای من میگه؟ بسیار مقبول است. ماشاءالله. این رنگ دیگه تصمیم دارم اینه بخیر برای ایت امیره بگیرم. عزیزا یعنی یک سایز خورتر شه. یک سایز خورتر شه. خیلی تاسه یک سایز خورتر را پیدا میکنیم، یک بوت هم انتخاب میکنم، یک پتلون هم انتخاب میکنم. خب برازی جابر جان، تو خودت مسلکت همین کار است، چیگونه یک بوت خوب میگه؟ بوت متفاوت میتونین از این دیزاین هم است، بوت فرمال است، همراه همی کرتی بسیار مقبول میگه و رنگ مختلف، اگر رنگ روشنتر بگیره دیزاین های نو است. اینی بسیار مرا خوش آمد، اینی خوبش است. ما فکر کنم این بهتر تر باشه و که رنگ سیام هم خوب معلوم میشه نه؟ مچه میکنم. خب پس این بوت هم انتخاب کردیم، قیمت ازی چند است؟ این 3490 است، به مشکل تخفیف داره. خواه ازا در بخش زنانه آمدیم، ولی من رفتم اول کار کردم، گفتم باش که این کرتی رو تبدیل بکنم. میگه با این سایز خودت که نباشه باز یک قسم نادیده معلوم میشی یا نمیگه از بیادر تا طلبی گرفتی. ورسویت این میمره خوشم آمد، یک بوت هم که پیشتر انتخاب کرده بودیم لطف کردن فکر کنم که اینه. تشکر. ای بوت که از این لباس سیاه یا خیلی خوب معلوم میشه. من بوت هم میپوشم. عزیزا شما یک چند تصویر چونال خانوما، خواهرای عزیز ما بیشتر چیزایی را که انتخاب میکنن مثلا حجاب است ایناست، برین یک چند تصویر ببینین، باز در موردش صحبت خواد کردیم، در مورد قیمتایش. این بخش حجاب است. در مورد حجاب قیمت ها چگونه است و سایز و رنگ بندی و اینا چگونه است؟ به شکل پیشتر کرتی و مثل که مردانه سایز داره، اینا هم سایز بندی شده، سایز 46 سایز بندی شده تا سایز 60. تا سایز 60 قدش استاندارد است و قیمت هایشان پیش ما 6590 است که دیسکانت مختلف می داشته باشند در هر پروموشن که ما می داشته باشند. و این به شکل ایجاب است که در سه دیزاین آمده و به رنگ سرمه ای هم آمده. رنگ معمولا رنگ های ایجاب سیاه خوش میکنند مشتری. این رنگ هم خیلی مقبول است و این هم بخش بوت های زنانه است. یا مزمش سایز 35 شروع تا سایز 40 بخش زنانه سایز بندی شده. کسایی که این رقم بوتا را دوست داره باز میتونه این رقم بخره و قیمت شام 3790 افغانی است. و دیگه پتلون است و موزه است و تمام موارده که خانوما اگر ضرورت داشته باشن
میتونن بیاین از اینجا مکمل. کانسپت فروشگاه دیفکتو قسمه است که وان استاپ شاپ است، یعنی هر ضرورتی که یک فامیل داشته باشه خانواده تمامش را داریم. یعنی ما از بخش ایجاب گرفته، بخش کژوال زنانه گرفته، لباس مردانه، لباس قسمه که میبینین، لباس طفلانه به مشکل، کازمتیکس و لوازم اکسسوریز، بکسک و تمام لوازمی که یک شخص که بخواه خرید بکنه را در فروشگاه ما پیدا میشن. بسیار خوب. و یگان چی میگن یگان خواهرای عزیز ما میگه در کنار ایجاب یگان چیزهای فیشنی و استایلی را مرا نشان بده، بیشتر برنامه را در خارج از افغانستان هم میبینن. بیا یگان چیزهای تازه نو که در بازار آمده باشه، هرچند که گفتین که ما و شما در هر فصل لباس دارین، ولی یگان چیزهایی که حالا فعلا ایدم نزدیک است بیاین بخرن اینجا. اینی جمپرا خو ما فکر کنم که یعنی هیچ وقت مودش هم نره نه؟ یعنی بسیار مقبول هم است. من یادتان هست یکی از برنامه سیاه زیر پوشیده بودم و برف هم میبورید بسیار. دوستان لطف کردن گفتن خوب معلوم میشه و سیاه را با سفید که استفاده کردیم. این حال این دیزاین دخترانش است. این دیزاین دخترانه است، معمولا دخترانش کم کوتاه‌تر است، مردانش تا زنانش کم تفاوت‌های خود داره. یخن خیلی مقبول داره. در این بخش که آمدیم گفتیم بخش خانم‌ها را و یه هم کسایی که کرتی و اینا علاقه دارن، فارمل بر رسمی لباس های رسمی. چه خوب یک کرتی مثلا و یه هم رنگ های متفاوت داره و بر با حجاب مثلا اگر چادر از روی چادر اینا کس حجاب بکنه باز از این کرتی هم بپوشه فکر کنم متفاوت میشه. مدل های که در خارج از افغانستان اکثر عکسایشون دیدین اتو یک چیزار استفاده میکنن، در طرف ترکیه استفاده میکنن. دیزاین هایی که جام میپوشن سرش کرتی های فرمال میپوشن، چیز متفاوت و مدرن. در بخش تفلانه دیگه نوز بیادرزادی تون درک نداره که ما برم بخش تفلانه رو بردم. انشالله خدا میروان از بیاینم دسکالو هم ببینیم که الفاظ بیانگی تا نشه که ارنوز خو نیست خو خیر باش که به قیمت ترین دسکالو شیک ترین دسکالو اینی مرا خوش اومد مقبول است دیگه. چطور رنگ مختلف داره، رنگ سیاه هم داره، رنگ بنجنی هم داره. اینی هم مقبول است. اینجا عطرام است جاوزان، اینجا عطرام است. یعنی سمپلش آوردیم میشه که یک تصویر بگیرین. اینا برند لورس پارتنر دیفکتو هستن که در مکمل کاتگوری مردانه و زنانه عطر رو میشه که سمپل بگیرین. قیمت های عطر چگونه است؟ قیمت های عطر مناسب است. مثلا میشه که تصویر بگیرین، اینا 100 مل است، بوی های مختلف داره. بوی شیرین مرا قدر چون من سینوزیت دارم مگذره سردرد میکنه. بوی های تازه باز تصویرشون بگیرین، بسیار یک پکیج مقبول داره. اینی مقبول هم است، کار برند است و بوی از این رو میشه که تست کنیم. خب یک چیز هست در خرید عطر، باز یک روز روی عطر هم صحبت میکنیم. اکثر جایا که میرین تستر چیز دیگه است، وقتی که باز در پک برات میته اون چیز دیگه است. اما والا ای بوی فرش است، بسیار تازه است، بوی بهاری است. فصل بهار استفاده میتونیم که یعنی بوی فرق میکنه. بوی عطر که در زمستان استفاده میشه تا با عطر بهار فرق میکنه. کمی طرفتر هم استاد شوید. مرا خیلی زیاد خوشم آمد و بکرد. عزیزا من عطر هم انتخاب کردم، همی کرتی که بجانم است و یک بوت هم انتخاب کردم دستکاولم که برای فامیل باز دیگه اون دسکاله توفه خواد دادم و عطر هم که برای خود انتخاب کردیم. یه عطر اسپری هم دارم. حساب کردین چند شد؟ از شما تمام 6000 11560 نشد، بعد از تخفیف 8100. 8100 واقعا تخفیف امیر میگن. عزیزا دیگه ما خریداریم تمام شد. این بود برنامه چی بخریم که تقدیمتون کردیم. آرزو دارم از تمام داشته های برنامه لذت برده باشین و البته این برنامه چه بخریم همچنان مورد پسندتان قرار گرفته باشد. دستکاول است، عطر است، کرتی را هم در جانم ماندم گفتم حالا تا آخر برنامه بود و همچنان فراموشم نشه. و پس وقتتان بخیر دیگه، من خریداری خود کردم باش که مکسکم هم یادم نره. الان نگهدارتان عزیزا.
بخیر اول گرزیده گپ ناو خپرونه ده لزنګړې خپرونه سره البته لزنګړو برخه او زنګړې خپرونه سره تاسو په چوپړ کې اوس هم د سلامت برخه ده د چي کوم گزارش یا کوم خپرونه په یوټیوب کې زیات لیدونکو اخیستی دي بخش چی بخریم ما تماشا کردیم عزیزا و بخش سلامت دیدی که چی خوب چیزای خودت هم گرفتی یک سایز کلانتر از اینی رو بگی نه خوب است خوب بسیار فکر است شطرنجی شگفتی نه یکی خود یکی خود تو هدف تو است که من خیام وارو بپوشم کورتی باید تا اینجا باشه از خیام تا اینجا اینجا کشال نه کمر معلوم است نه دگر معلوم است او خود رفته بود یک برنامه اید داشتیم نه او رفته بود به خود جمپر دامن فرمایش داد پتلونم چوری و هر صورت ایتو باز اگر خواست خوب از پای ما باز گوتان است یکان خرید کو بارد یک ذره سرت مصرف نه چی میگی ستایل ستایل لو است راست میگی خوب از همه شوقت همی مارا نکتایی تم بیخیم گلکایش دسترخان آرس تشکر باش که یکان ذره نصرت هم خواهی کم سر ما گپ بزنه نه براستی هست بدون مزار تشکر خیر یک ذره سویه بخواهی بریم وقت سلامت کدام برنامه خوب از صافیگک شما دوشترین بازدید را داره خب بازم افی جان امیری گل کده گزارش افطاری در چنداول بیشتری می بود در سوشل میدیا داشته بله میریم گزارش افیزان امیری چند تصویر را می بینیم از این گزارش که در چندوال کابل رفته و بعدم کامنت های شما ایزا را همچنان به خانش خواد گرفتیم و منتظر باشین پس میریم چند تصویر از افیزان امیری را از این گزارش می بینیم خسته نباشین، مانده نباشین، وطندارای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وقت همه شما بخیر باشه بالاخره 19 روز از ماه مبارک پر فیض و پر خیر و پر برکت رمضان سپری شد هوا خیلی خوب بود، هر روز میگفتیم، تعریف میکردیم از هوایی که ما اصلا نمیفهمیم که روزه داریم یا نداریم همه ما هر روز امیر هم میگفتیم و چه خوب یک هوای بود در کابل تا امروز هم هوای خیلی خوب است ما نمیفهمیم که تشنه میشیم نمیفهمیم که گشنه میشیم یعنی همین نفهمیدنش این که هوا خوب است در فکر کار بار خود هستیم و بس بسم الله علی اکبر اما امی آب و هوا امی لباس های یک دفعه گرم میپوشیدیم یک دفعه یک دفعه دبل می پوشیدیم یک دفعه نازک می پوشیدیم اینیم یه آقاکا بود که ما را مریض ساخت بالاخره ناگزیر شدیم یک پیچکاری میچکاری بگیریم با یک کم جور شدیم خیلی داغ آورده ما همیاله بسیار داغ آورده رشاد گفت گفت خیر برای از موتر یک ذره هوای تازه بگه انشالله خوب خواد شد اما گپی است که باور بکنین که بخی دمو در شفاخانه بسترم باشیم خب امی یک رقم این معتاد گزارش شدیم بخیر یعنی برای شما که گزارش نسازیم برای شما گزارش آماده نکنیم بخصوص در این روزهای رمضان دیگه وقت هم خمتو بوده دیگه هیچ آرام ما نمیگره یعنی از این بفهمیم که چقدر شما برای ما با ارزش هستیم اگر مریض باشم اگر در حال باشم در خدمت شما هست در یک بخش دیگه از کابل آمدیم افطار در وطنم شبم آمدیم تا در این منطقه ببینیم که مردم ما در چی حال هواستن کی ها امروز چی افطار میکنند چی گفتری های دارن نسبت به پارسال رمضانشان در این منطقه چیگونه سپری میشن و جایی آمدیم که میگن کندوی کابل کندوی کابل میگن بخاطر چی کندوی کابل میگن این دنی سمت که شما تصویر ببینین مونا را با قاضی ناهی اول معلوم میشه امی دو طرفه سرکه که شما میبینین کراچی های بوتی لیلامی و سرای قنداری ها که میگن خیلی مشهور هم هست در اینجا بوت لیلامی داره و در پهلویش آرد، برنج، روغن همه چیز در این مندهی مندهی دوم هم میگن نه؟ یکی مندهی است که اصلی مندهی است یکی باز مندهی اول میگن یا دوم میگن خب من تا یک مندهی دیگه هم همیجا چی هست؟ مندهی اول مندهی دوش کجاست؟ اون طرف چطور هست؟ خوب هست کجا میری؟ خونه خونه؟ روزه گرفته بودی؟ نه آه؟ نه چی هست دو خلطه؟
سخت. سخت خانه. چی هست؟ سخت خانه. سخت خانه؟ آه. سخت خانه رو زمستان خلاص شده، در چی میسوزانی؟ سموات. سموات؟ یکان چای دم میکنی دیگه. آه. یکان هوا جوش میکنی. آه. خب؟ حالی منده ای دوم هست؟ اول. نه دوم هست. ها؟ دوم هست. نه اول هست. دومش کجاست؟ اول. خانه تان کجاست؟ بغل کو. ها؟ بغل کو چینل. بغل کو. از خودت چی پشت کردی؟ بوجی سا. داخلش کارتان. حالی نه برده میتونی بچا؟ آه. نه خود. آه. چی قوازن دارمی؟ باش. یک دو سر میه؟ نه. آه. بچه زیاد چیزای بلند نوردار کو. اون اون مسئله نافی گپاک هست که یک ذره یک فشار میه سر آدم خب؟ خب فهمیدی؟ خب برین از تو ممو رقم هست خب برین دیگه خدا حافظتان بخیر باشی اینه برای ما گفت گویی مندهی مندهی اول هست بیاییم که زمین گزارش شما رو شروع بکنیم اونتا یک چیز دیگه که به این سمت که من پیشتر استاده بودم خب شما دیدین که سینما پامیر بود در او قسمت هم شفاخانه میوان و این سمت هم یک سرک که به داخل مندوی دور افتاد اگه بگفته اون بچه اگه خیر حالا میگه پا مورا قبول میکنیم مستقیم با چوک سر چوک رفته مونتا در سال گذشته ما در امی قسمت یک چند نفر از امی رفیقا را دیده بودیم حالا می خبر از امی ها را بگیریم که امیجا وضعیت چه رقمی است از امی ها کسی هست نیست یا کلگی رفته کاکا سلام علیک چی حال داری؟ باش کمی کاکای ما ببینم والا ما خو پار سال هم دیده بودم ات خدا کنه که دیگه خیرتی باشه کلگی جور باشه صحتت خوب است بخیر باشه جون جور بخیر هستی جون جور سلامت پار سال دیده بودیم کاکایم نه 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 بودی پار سال اینجا نبودی پار سال بود ما سال اینجا هستم ما خو گفتم تو پار سال اینجا ما دیده بودم ات یک دفعه که یک چهره را ببینیم باز دیگه یادم نمیاد بخیر چای بغلون اومدی بخیر ها چای بغلون اومدی ها دیگه چکرا را میزنه بغلون کی اومدی این روز نه چند روز پیش نه رفتم صبر کو دیگه چیزی کار خیره خیره جور هستی جان و خیره نام تو بگو وهاب چی کار با شغل آزاد شغل آزاد بازار خاخاری بازار کجا میری حالا سخانه بخیر یه نخسای که باز می ما خوش دارت میخوایم برو بخیر باشی برو صد تشکر اینا والا برا ما اون شکر آورده خیر ببین خیر او ګرځیدې دا گزارش چې حفیظ جان امری د چنداول نه چمتو کړی په ګډه سره وکړه او پرختیا هم چې حفیظ جان امری په دې شپو ورځو کې البته د روزي په میاشت کې ډیر زیار وباسي په دې خپل گزارشو کې او تر ټولو ډیر زیات لیدونکو هم لري بله سپاسگزاری میکنم از خوبانه که آیانا را همیشه بینید دستان و برای برنامه خودشان کومنت میگذارن و برنامه گزارش حفیظ جان امیری هم کومنت های خوبه دریافت کرده که چند کومنت را به خانش میگیریم کومنت اول هم از امین زید نوشته است دیگه همه تو یک چیز هست نه؟ امین زید بله Thank you حفیظ جان May Allah gives you شفا آجل And thank you for the sounds It's better now خب نظر که هم داده بودن حفیظ جان در نظر گرفت که فکر بکنم در قسمت بگرن موزیک برنامه و ولی یاور کامنت گذاشته افتخار ما هستی هموطن عزیز تمام گزارش های شما را قلبا دوست دارم و شخصیت شما را همچنان بله برای حفیظ جان هم شفای عاجل خوان هستیم که چند روز بود که ساعتشان خوب نبود فکر بکنم فرصت برنامه هم تمام است ناگزیر با شما از خدافظی بکنیم این بود برنامه امشب که تقدیمتون کردیم آرزو دارم از تمام داشته های برنامه لذت برده باشین و باز هم تایی که حبیب نازم با جمع از همکارایش خدمت شما حاضر میشه باش کال پای ما باز نه و عادت تسو نمیشه دیگه امروز تو یک راست است اما یک را داره مگم نازم جان اما یک بوت تک کوری بلند بخر نه ما خوب راست است شدیم امروز امشب در برنامه دیدین دایرکتر برنامه میگم تو خوب منظم است شدی تا برنامه بعدی که باز هم وقت فرصت فرار میرسه و حبیب نازم برنامه رو تقدیمتان میکنه شما رو بالای پاک لعزال میسپاریم بقیه وقتتان بخیر باز هم برنامه آریانا را اگر بیننده هستین خوب نمیتونین بیننده باشین یعنی وقتش نیست میتونین از طریق چینل یوتیوب دنبال بکنین و البته سابسکرایب هم کنین بله پس برنامه بعد وقت شما بخیر تربیه بلیخ پرونه اللهم ملچه